گذار به دموکراسی چگونه روندی است؟ عوامل اصلی در تن دادن یک نظام مستقر به قدم‌های اولیه به سمت دموکراسی چه هستند؟ سلام. در چهار هفته گذشته روندی که در علوم سیاسی گذار به دموکراسی خوانده می شود را با مطالعه چهار کشور به بحث گذاشتیم. از مقایسه گذار در این کشورها چه می توان آموخت؟ چه مشابهت ها و چه تفاوت هایی در گذار هر یک از این کشورها می توان یافت؟ آیا با مطالعه روند گشایش سیاسی در کشورهای مختلف تنوع فراوان می‌بینیم، یعنی در هر کشور راه ویژه‌ای به سمت دموکراسی طی شده، یا برعکس مطالعه این کشورها به ما شباهت‌ها در عوامل تسهیل کننده گذار را نشان می‌دهد و نوعی مدل سازی برای استقرار دموکراسی را ممکن می‌کند؟ این بحثی است که این هفته با مهمان‌ها در میان می‌گذاریم. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، معتقد است با مطالعه گذار به دموکراسی در کشورهایی که در پرگار بررسی شدند، می شود به نوعی مدل سازی در مورد عوامل اصلی برای گذار به دموکراسی دست یافت. حجت کلاشی، او هم تحلیلگر سیاسی، در مورد ساده انگاری در مدل سازی برای گذار به دموکراسی هشدار می دهد. خیلی خوش آمدید. آقای نگهدار، از شما شروع کنیم. شما برنامه‌های پرگار، به خصوص ستایی که در مورد ترکیه، کره جنوبی و شیلی در هفته‌های پیش پخش شد رو دنبال کردید، بر اساس اینها و البته شاید مثال‌هایی در مورد کشورهای دیگه بزنید، میشه دریافت که گذار به دموکراسی یک کمابیش مدل در این تنوع زیاد مدل قابل تعریفی داره؟ یعنی عوامل گذار به دموکراسی رو میشه برشمرد؟ قطعا میشه یک همچین مدل سازی رو انجام داد و جهات مشترک رو بین روندهای مختلفی که در نهایت به استقرار نظام دموکراتیک منتهی شده رو، شباهتاش رو بیرون کشید. اما قبل از شروع بحث با علم که درک خودم رو از دو مفهوم، یکی گذار که به چه معناست و یکی دموکراسی که از نظر من به چه معناست، و در این بحث ما بر این دو مفهوم تکیه میکنیم، اون رو توضیح بدم. گذار خیلی کلمه مناسبیه برای رسیدن به دموکراسی، چون یک تدریجی، یک پریود زمانی نسبتاً طولانی رو بازتاب میده و این تحول یک شبه انجام نمیشه، از طریق اصلاحات مداوم و مکرر. دوم این که در مورد دموکراسی ابعاد و ژرفای مختلفی داره در کشورهای مختلف. همه میدونیم که شبیه نیست، ولی شاید بشه تعریفی از دموکراسی به طور مشخص ارائه داد که میگه حکومت از طریق انتخابات برگزار میشه و این انتخابات نوعی رقابت هم توش هست. حالا اینکه آیا نهادهای بالاسری وجود دارند یا وجود ندارند، یا چه میزان از ساختارهای اجتماعی تأثیر میگذارند، اینها مسئله فرعیه. بنابراین خلاصه میکنم، تعریف شما از دموکراسی این نیست که انتخابات حداقلی اسمش رو میذارم. دموکراسی حداقلی رو تعریف میکنیم شرایطی که حکومت از بالا همه چیز رو تصمیم نمیگیره و نوعی تاثیرگذاری اجتماعی از مسیر انتخابات در دسترس و به اجرا گذاشته میشه. انتخابات هم رقابتی باشه. رقابتی، بله. بر اساس این تعریف، حالا اون وجوه مشترکی رو که نه تنها در مدل های ترکیه، کره جنوبی و شیلی ما شاهدش هستیم، بلکه به طور مشخص در یونان، در پرتغال و به شیوه جداگانه در آفریقای جنوبی ما شاهدش هستیم، که از یک رژیم غیر دموکراتیک که اکثریت مردم درش تأثیری ندارند به یک رژیم دموکراتیک مبتنی بر انتخابات. سوالی که من پرسیدم جوابش چه هست؟ که عوامل اصلی در این که یک رژیم، یک نظام مستقر تن بده به گام‌های اولیه به سمت گذار به دموکراسی چی هستند؟ خب ما به صورت یک قانون عام میتونیم
اولین نکته رو روش انگوش بگذاریم و اون اینه که تناسب قدرت میان دستگاه حاکم و جامعه، احزاب و تشکل‌هایی که وجود دارن این برهم می‌خوره و نوعی تعادل تازه به وجود میاد. این اولین شرطه که این تعادل به هم بخوره. دوم این هست که در میان عناصر تشکیل دهنده جامعه مدنی یا کسانی که خواهان دموکراسی هستند شکاف وجود داره، احزاب مختلف هستند، ولی اینها به نقطه‌ای میرسند که حق موجودیت یکدیگر رو به رسمیت میشناسند و این فضا در جامعه به وجود میاد که اگر یک حزبی پیروز شد، حزبی که شکست میخوره بپذیره این پیروزی در انتخابات رو. این یک فرهنگ و طول میکشه که این تعامل یا همزیست پذیر شدن مؤلفه‌های اصلی سیاسی کشور اتفاق بیفته. اگر این دوتا اتفاق بیفته، حتما ما نوعی همکاری، نوعی تعامل حداقل با بخشی از جریان حاکم رو هم خواهیم دید و اون جریانی که تن میده به انتخابات جریانی هست که پایه اجتماعی پیدا کرده، میخواد در روندهای بعد از دموکراسی هم شرکت بکنه. یکی از مشکلاتی که ما در روند دموکراسی میبینیم این هست که احزاب سیاسی قبول نمی کنند که بخشی از دستگاه حاکم در نهایت در روندهای بعد از فروپاشی اقتدارگرایی هم شرکت خواهد کرد و حضور خواهد داشت. در تمام این سه نمونه‌ای که ما داریم، چه در مورد شیلی، چه در مورد ترکیه، چه در مورد کره جنوبی، ما می‌بینیم که بخشی از نیروهای حاکم عملاً در روندهایی که بعد از برگزاری انتخابات و انتخابات شدن حکومت هستند، اونها هم حضور دارند و دارن فعالیت سیاسی رو میپذیرند، حق موجودیت احزاب مخالف رو، و این تغییر به تدریج به وجود میاد. نکته آخری هم که بگم در این زمینه این نیست که روند دموکراتیزاسیون همیشه به سمت تقویت دموکراسی باشه. ما در هر سه نمونه و در نمونه ایران هم، در کودتای 28 مرداد، در انقلاب بهمن و در روندهایی که بعد از 76 به وجود اومد، پسرفت و پیشرفت رو شاهد هستیم و اینجور نیست که اون زمانی که در روند دموکراسی دیگه ناگزیر باشه، روند دموکراسی در اتفاق میفته، پیشینه وجود نداشته باشه برای اینکه نهادها به وجود. به خصوص نکته آخری که تاکید میکنم روش، روند دموکراتیزاسیون در ترکیه سالها قبل از حتی آتاتورک به وجود آمده. در مورد انقلاب مشروطه ایران و در مورد تاسیس انقلاب قانون اساسی در ترکیه که 100 سال طول کشیده تا این ما به شرایط شما به چند عامل اشاره کردید. در کشورهایی که ما مطالعه کردیم، به خصوص در شیلی و در کره جنوبی، قبل از شروع گذار اقتصاد خیلی رشد میکنه. در کره جنوبی بعضی سالها اقتصاد 11% رشد میکنه. شیلی هم در دوره پینوشه رشدی حدود 8% داره. چقدر این مهمه به نظر شما؟ نقش اقتصاد از این نظر مهم هست که در پیدایش طبقه‌ای که تحصیل کرده است، طبقه‌ای که دسترسی به اطلاعات داره و از نظر اقتصادی هم یک ثباتی و یک امنیتی پیدا کرده، این طبقه به وجود میاد و هسته اصلی تلاش و فشار برای رفتن به دموکراسی محصول پیدایش و قدرتگیری همین طبقه متوسط. آقای کلاشی، شما در مورد عوامل مؤثر بر شروع گذار، عواملی که باعث میشه یک نظامی که خودش رو مستقر میبینه، شاید حتی در مورد شیلی 1988 میبینیم که نه تنها مستقر بلکه خودش رو امن و بدون هیچ گونه تهدیدی میبینه، اما تن میده به گامهای اولیه به سمت گذار. ممکنه از نظر حاکم این گذار نباشه، صرفا یک انتخابات اولیه باشه، یک رفراندوم باشه، ولی تبدیل میشه اون قدمهای اولیه به یک گذار به دموکراسی. در کره جنوبی هم همینطور میشه و در ترکیه همونجوری که دیدیم از 1951 به این سو انتخابات در مقاطع مختلف با یک تلاش برای کودتا موفق میشه یا نمیشه ناکام میمونه، اما به هر حال 1951 قدم های اولیه در گذار ترکیه به سیستم چند حزبی و به دموکراسی. عواملش چی هستن به نظر شما؟ با درود خدمت بینندگان عزیز، کانت یک بحث خیلی مهمی داره در مورد شناخت آدمی. میگه شناخت آدمی
مجموعی است از فهم تمایزها و فهم شباهت ها. ما در مورد همین مسئله هم که آیا میتونیم ازش مدل درست بکنیم یا نه، باید در نظر بگیریم که موردهایی که بخوایم مورد آزمایش قرار بدیم، مورد شناخت قرار بدیم، محدوده و دقیقا نمیدونیم که در چه قلمروهای متعددی رخ داده که بشه اونها رو تحت اختیار خودمون دوباره آزمایش بکنیم و مدل سازی کنیم. بله. اما در همه اینها نکته‌ای وجود داره برای آموختن و ما باید سعی بکنیم اون نکات رو به عنوان نکاتی که در جهان واقعی روی داده و میتونه به عنوان تجربه زیسته در اختیار ما قرار بگیره و تجربه ما رو غنی بکنه در نظر گرفته بشه. اما باید مراقب این نکته بود که دوچار تعمیم ناروا نشیم. یعنی این تعمیم ناروا عبارت است از استفاده از صنعت تشبیه بیشتر، یعنی شبیه کردن دو پدیده‌ای که امکان داره از هزاران متغیری تشکیل شده باشه که ما نمیدونیم که اونها چه تفاوت‌هایی با بقیه داره. مثلا در مورد همون سه کشوری که اشاره می‌فرمایید، اگر از این سه تا خارج بشیم، پرتغال رو که جناب نگهدار اشاره کردن نگاه بکنیم، می‌بینیم که در اونجا ارتشی‌ها کودتا می‌کنن و اتفاقا کودتای دموکراسی ساز رو به وجود میارن. هم جنرالی که هست پشت صحنه اینشن چقدر مؤثره، به خاطر اینکه نیروهای تندرو رو در اونجا کنترل میکنه، سرکوب میکنه. از طرف دیگه 350 نفر افسری که اون کمیته ها رو درست کرده بودن، کمیته مخفی رو میان و کودتا میکنند، دموکراسی بعدی بسیار تحت تاثیر اون کودتا هستش که رخ میده. به همین خاطر هانتینگتون در کتاب خودش وقتی میخواد موج سوم رو بررسی بکنه، اشاره میکنه به پرتغال و میگه دموکراسی موج سوم گذار به دموکراسی از پرتغال شروع میشه. یعنی اما در یک کشور مثل کره جنوبی یا در شیلی بالعکس یک نبردی است بین جامعه از یک طرف و کودتاگرها که رخ میده و در نتیجه گذار به دموکراسی اتفاق میفته. یعنی میبینیم بین پرتغال و بین کره جنوبی حتی تفاوت‌های زیادی وجود داره، ولی در همون کره جنوبی وقتی جنرال اصلی که مدت طولانی در قدرت بوده به یه شکلی تن میده به رفراندوم، جنرالی که نفر دوم در سلسله مراتب نظامی هست، اون میاد راه رو باز میکنه برای دموکراسی. یعنی اینجا هم یه حدی از شباهت میبینیم دیگه. یعنی در کره جنوبی هم به یه شکلی از کانال نظامیان قدمهای اولیه برداشته میشه. همینطوره. به چه نتیجه میشه اون وقت رسید؟ آیا عواملی هستن که میشه گفت مشترک هستن در همه اینها؟ ارتش نهاد مدرنه. یعنی در همه این کشورها ارتش وقتی کودتا میکنه یا کودتاهایی رخ میده، در پاسخ به یک بحران جدی هستش که گروه های دیگه به وجود آوردن. مثلا توی شیلی اگه شما نگاه بکنید، میبینی که در دوره آلنده در مدت کوتاهی بحران تورم چیز عجیب و غریبی هست، به 1000% رسیده. شیرازه کشور از هم پاشیده و به همین خاطر که پینوشه بعدن وقتی میخواد از خودش دفاع بکنه، میگه من برای نجات شیلی و برای اینکه تجزیه نشه اومدم به وسط. و اتفاقا بسیاری از مردم هم حتی در رفراندوم آخر هم میبینیم که روایت او رو قبول دارن، یعنی میپذیرن که در اونجا یه کارهایی انجام داده. در مورد کره هم همینطوره. کره وقتی که کره شمالی و کره جنوبی درگیر میشن و بعد 4.5 میلیون آدم کشته میشه، سیستم دیکتاتوری که در اونجا یا اقتدارگرایی که به وجود میاد، نسخه های توسعه کره در اونجا درست میشه. اینجا میرسیم به بحث توسعه اقتصادی. در کره جنوبی تا پیش از قدم های اولیه به سمت دموکراسی توسعه اقتصادی میبینیم. آیا منظور شما این است که نظامیان با اقتداری که اعمال کردن توسعه اقتصادی رو تسهیل کردن و این زمینه گشایش سیاسی رو فراهم میاره؟ چون شباهت شیلی و کره جنوبی از این جهت توی برنامه دید، حتی تو ترکیه خوب. یعنی به هر حال اون نظامی ها هستن که میتونن امنیت رو به وجود، یعنی اون کودتا ها. بله، ولی توسعه اقتصادی در ترکیه دیگه کار نظامی ها نبود. برای اینکه سیستم تک حزبی آتاتورک از 1921 تا 51 30 سال اون سیستم نظامیان نبود، اما به هر حال زیر ساختار رو فراهم میکنن. ببینید توسعه
یک روند هستش. بعد ببینیم که زیر ساخت‌ها توسط چه کسانی فراهم میشه. یعنی به عبارتی که جمهوری ترکیه میراث آتاتورک است، همه اون ارزش‌ها و نهادهایی رو که پی افکنده در دوره آتاتورک و به مسائلی که پاسخ گفته، یعنی مسائل یونانی‌ها رو حذف کرده، ارامنه رو حذف کرده، اونجا کشتار وسیعی انجام داده، ولی یک جمهوری درست کرده و اون محصول آتاتورکی که داره ادامه پیدا می‌کنه. همه اینها به این دلیل هستش که برای گذار به دموکراسی اولا ما به از اصطلاح طبقه استفاده میکنیم، نه در معنای چپش، به یک طبقه نیاز داریم تحصیل کرده باشه، اصطلاحاً طبقه متوسط میگن، سلیقه های خاصی رو دنبال بکنه، نوع خاصی از اقتصاد به وجود آمده باشه و در کشور منابع تولید موجود باشه. همه اینها این کار رو انجام دادن. اتفاقا در ایرانی که جناب نگهدار اشاره کردن در 28 کودتا نبود، به نظر من در اونجا ما بدون کودتا و در یک فضای بسیار نرمتری توانستیم همه اون کارهایی که در کره با کشتار وسیعی بود، ما اصلا گوانجو رو تو ایران تجربه نکردیم. ما اون دوره‌های وحشتناک سرکوب تو کره جنوبی رو تجربه نکرده بودیم. تو ایران بسیار به شیوه مناسب‌تری هم تولید رو افزایش توسعه اقتصادی انجام شد، به طور همینطور هم فرهنگی انجام شده بود، هم اقتصادی هم سیاسی. یعنی خب اگر نتیجه گیری کنم که به نظر شما پیش از قدم‌های اولیه به سمت دموکراسی یک دوره ثبات که از طریق اقتدار ممکنه اعمال بشه ایجاد بشه، یک دوره ثبات که به توسعه اقتصادی می انجامه، اقتدار مدرن، یعنی کره شمالی هم اقتدار هست درست، ولی به سمت یعنی سمت گیریش به سمت راست نیست، به سمت چپه، اقتدار مدرنی که مدرنیزاسیون ایجاد می‌کنه. همین بسیار آقای نگهدار، چنین میشه گفت گزارهایی که ما در این برنامه مطالعه کردیم و اونها که شما و آقای کلاشی اشاره کردید از جمله در پرتغال، در یونان، نشون میدن که قطعا ضروری توسعه اقتصادی که به گفته آقای کلاشی از روند مدرنیزاسیون ایجاد شده باشه، یعنی اقتدار مدرن اون رو ایجاد کرده باشه. این یک بحث خیلی جدی بین صاحب نظر و نظری پردازان جامعه شناسی سیاسی و تاریخ است که آیا ما حکومت رضا شاه پهلوی رو احتیاج داشتیم بعد از انقلاب مشروطیت و حذف قانون اساسی و اجرای اقتدارگرایانه سیاست در کشور یا نه؟ این برخی معتقدند، شاید آقای کلاشی معتقد باشن که بله، ما به همچین استبدادی حتما نیاز داریم برای گذار به دموکراسی که بعداً میخواد تهیه بشه. کودتای 28 مردادم که اتفاق افتاد، حتما این بحث بسیار جدی در سخن آقای کلاشیان بود که این راه توسعه رو برای ما فراهم کرد و ما به توسعه مقدم بر دموکراسی احتیاج داریم. بخش بزرگی از تاریخ نویسان و صاحب نظران فعالین سیاسی خلاف این نظر دارند. در مجلس پنجم ایران ما میبینیم که میان مخالفت میکنند با اینکه اقتدارگرایی راه توسعه ایران رو فراهم میکنه. دکتر محمد مصدق در همون مجلس هست و این حرف رو میزنه. در ترکیه ما میبینیم که وقتی انقلاب قانون اساسی صورت میگیره، 50 سال 30 سال حدودا قبل از انقلاب مشروطیت ایران این اتفاق افتاده و نوعی مجلس تشکیل میشه در اونجا. خب بعدن آتاتورک میاد. نظر شما چیه؟ لو بکلام نظر من اینه که آتاتورکیزم و رضا شاه، دیکتاتوری رضا شاه تعویق میاندازه مسائل حل مسائل اجتماعی رو. اگر ما در اون پروسه‌ای که رضا شاه به وجود آورد نوعی مشارکت اجتماعی از جانب نهادهای قدرت در هم میامیخت با روند توسعه، به مراتب این مسئله رسیدن به دموکراسی برای ما تسهیل میشد. ما زیرساخت‌های فرهنگی که منجر به انقلاب بهمن شد در ایران رو میتونستیم پشت سر بگذاریم، همونجوری که در ترکیه این کار اتفاق افتاد، چون میزان اقتدارگرایی در حرکت ترکیه با ایران قابل مقایسه نیست در دوره رضا شاه. آقای کلاشی، توسعه اقتصادی زیر ساخت ایجاد کردن، آیا این ضرورتاً با نوعی از اقتدار به گفته شما مدرن فراهم میاد، یا میشه قدم‌های اولیه به سمت گشایش سیاسی برداشته بشه و توسعه اقتصادی که پیش از اون بوده کمک کنه و در مراحل بعدی توسعه اقتصادی هم کماکان ادامه پیدا کنه؟ در ترکیه در دهه به خصوص 80 میلادی
اینو در نخست وزیری و بعد ریاست جمهوری توگوتوزال میبینیم دیگه، حدی از اقتداری که پیش از اون بود کماکان برقرار بود، اما گشایش سیاسی هم ایجاد شده بود و این دوتا مکمل هم شدن. یعنی اقتصاد ترکیه بر اساس اون چه که ما در برنامه بررسی کردیم و یکی از مهمانها به خصوص روی این تکیه میکرد، اقتصاد ترکیه در دوره‌ای به خصوص رشد کرد، زیر ساخت‌ها وقتی ساخت ایجاد شد که دموکراسی هم آرام آرام داشت دیگه مستقر میشد و در واقع بعد از اون فقط یک کودتا در تاریخ ترکیه داریم که نتیجه داد، یک کودتای نافرجام هم در 2016 بود. منظورم اینه که ضرورتاً این حالت ابتدایی یکی بعد دیگری نباید باشه، ممکنه همزمانی اینها تعمیق کنه اتفاقاً گشایش سیاسی رو. قطعا من در مورد مسئله علت و معلول صحبت نمی‌کنم، قطعی باشه و لا غیر. همونطور که عرض کردم نمونه‌های متعدد رو میشه در نظر گرفت و تفاوت‌ها رو دید. در مورد ترکیه به طور ویژه گزارش گزار آرام نبوده، یعنی گزاری که آتاتورک درست کرد، یعنی اون امنیتی که آتاتورک درست کرد مبتنی بود بر کشتار میلیون‌ها نفر. یعنی اینکه آقای نگهدار آتاتورک رو با رضا شاه مقایسه میکنن و میگن اونجا نرمتر بوده، اینطور نیست. آتاتورک میلیون ها نفر رو کشت. یعنی کارهایی که آتاتورک کرد این بود که پاکسازی ارامنه رو انجام داد، پاکسازی یونانی ها رو انجام داد، بیشینه مردمی رو که اونجا زندگی میکردن و کرد بودن رو اصلا هویت زدایی کرد و گفت همچین چیزی وجود نداره توی اینجا، اینا ترک‌های وحشی هستن یا ترک‌های کوهستان هستن. من کلامتون کسی نمیگه آتاتورک گذار رو شروع کرد ها، گذار ترکیه از 1951 شروع شد وقتی حزب آتاتورک شکست خورد. چون مقایسه فرمودم با رضا شاه، من برگشتم به این مسئله، میخوام بگم که اونجا خیلی از کارها رو انجام داده بود آتاتورک. زبان واحد رو به اونجا تحمیل کرد، یک زبان تازه تأسیسی رو تو اونجا همگانی کرد، یک جمهوری کشور ابداع کرد، براش تاریخ درست کرد، تاریخ رسمی، و کسی هم نمیتونست از اون تخطی بکنه. یعنی بنیانها رو گذاشت و پیش رفت. از طرف دیگه توی ترکیه موضوع پیوستن به اروپا موضوع بود. یعنی یک عامل بیرونی هم کمک میکرد، مثلا به ناتو و هم ناتو هم اروپا. یعنی بحثشون این بود که یک نگاه به اروپا پیدا کرده بودن، چون میراث آتاتورک همون که عرض میکنم کار میکرد در اونجا. بحثشون این بود که ما باید خودمون رو اروپا بخشی کنیم. از اسلام دوباره بفهمیم که خب علیه عثمانی اون واقع نمیتونیم کاری بکنیم، یا اگر جمهوری سکولار یا لائیک ترکیه رو قائل هستیم باید آینده خودمون رو تو اروپا دنبال بکنیم. به همین خاطر مجبور میشه که از اون امکانات بیرون هم استفاده بکنه و پیش بره. اما توی ایران آیا رضا شاه اجبار لازم بود یا نه؟ ببینید چیزی رو تعدیل نکرد رضا شاه. قبل از رضا شاه ایران یک کشور روستایی و عشایری هست. در یک کشور روستایی عشایری چیزی به نام دموکراسی نمیشه پیاده کرد. این نکته مهمیه، ممنونم که اینو گفتید. یکی از مهمانها در مورد ترکیه میگه که مشکلی که ترکیه هنوز هم داره اینه که اصلاحات ارضی انجام نشد و در ایران انجام شد و زیر ساخت‌هایی فراهم شد که لازم بود برای پیشرفت ایران، اگر نه در حیطه سیاسی حداقل در حیطه‌های اقتصادی و اجتماعی هم. این یکی از نقاط ضعف ترکیه است در گذار، اگر نگیم گذار چون الان دیگه دموکراسی مستقره، در تعمیق دموکراسی در ترکیه دیگه. پس این زیر ساخت‌ها مهم هستند. 100% اون اصلاحات ارضی که در ایران هم صورت میگیره و در ترکیه هنوز هم همونجوری که در برنامه هم شنیدیم صورت نگرفته، این گام بزرگی بود برای وارد کردن بخش‌های عقب مونده و غیر مشارکتی جامعه ما به روند سیاسی و حضور و تاثیرگذاری. این مطالبه به وجود آمد. موضوع این هست، بحث اصلی این هست که در تمام این تجاربی که ما میبینیم آیا اون تلاش هایی که برای نوسازی اقتصادی جامعه در صورت میگیره، زیر ساخت ها رو میخوان درست بکنند، مؤسسات و نهادهای حکومتی رو درست بکنند، اینها آیا در همون حدی که امکان مشارکت در جامعه وجود داره همراه هست، هماهنگ هست؟ یعنی معتقد هستید آیا مشارکت در حیطه سیاسی رو هم در نظر میگیرن، لحاظ میکنند یا نه؟ بسیار خوب. در هر سه مورد گزاره به دموکراسی با لحاظ کردن تمایل به مشارکت اقشار متعدد همراه بوده. بسیار. در ایران هم داشتیم ولی پس و پیش رفتیم. بسیار. وقتی میگید سه مورد، منظور سه مورد
از برنامه‌ای است که ما داشتیم شیلی، کره جنوبی و ترکیه. اما اشاره آقای کلاشی به عامل خارجی مهمه. چقدر عامل خارجی میتونه گذار به دموکراسی رو تسهیل کنه یا ناممکن کنه؟ چون شیلی و ترکیه و کره جنوبی گذارشون در واقع میشه گفت زیر سایه جنگ سرد بود. در کره جنوبی وجود کره شمالی در اون بالا باعث میشد که آمریکا فشار بیاره به سمت تغییراتی که در نهایت جامعه رو باز کرد. عامل خارجی بود، جنگ سرد. در ترکیه عضویت ترکیه در ناتو معنیش این بود که این نباید یک حزبی بمونه، چون فلسفه ناتو این بود که ما علیه تک حزبی ها هستیم، علیه شوروی و اقمارش، پس باید چند حزبی میشد. باز هم فشار خارجی بود. چند دهه بعد مسئله پیوستن به اتحادیه اروپا مطرح شد که معوق مونده. در شیلی 1988 پایان جنگ سرد، بلوک شوروی داره فرو میریزه و آمریکا دیگه احساس نمیکنه در آمریکای جنوبی، منظورم دولت آمریکا، ایالات متحده آمریکا است، در آمریکای جنوبی لازم ما حکومت های نظامی داشته باشیم. هر سه اینا میبینید عامل خارجی خیلی توشون مهمه. در تمام مدل ها به خصوص در دوره ای که بعد از استعمار هست عامل خارجی اصلا عامل مسلط بوده. برای خیلی از کشورهای جهان سوم جنگ رهایی بخش داشتن تا به منظور شما این است که الان دیگه نیست؟ الان خیلی خیلی کمتر هست. اگر ما دوره های چشمنداز های پیش رو رو بخوایم بررسی بکنیم، من اصلا اعتقاد ندارم که عامل خارجی میتونه نقش تعیین کننده یا نقش بسیار بسیار اساسی در روند دموکراتیزاسیون جامعه ایفا بکنه. مهمتر از اون این هست که آیا کشورهایی که میخوان به طرف دموکراسی برن، آیا اینها یک مشی انزواگرایانه در پیش میگیرن و ارتباط خودشون رو با دنیا قطع میکنن مثل کره شمالی، یا تحت محاصره قرار میگیرن مثل کوبا، یا تعامل رو میپذیرن؟ کشورهایی که این ارتباطات رو برقرار میکنن، همون جوری که در مورد ترکیه میبینیم، این سرعت میگیره روند دموکراتیزاسیون. پس این هم عامل خارجی دیگه، یعنی عامل خارجی هست تاثیر داره، عامل مثبته. وقتی ما عامل خارجی رو مثلا در مقطع 28 مرداد یا کودتاهایی که در ترکیه صورت میگیره میبینیم که خطر چپ ها و خطر اینکه نیروهای ترقی خواه بیاند رو در شیلی همینجور بارزترین نمونه هست. بله. که آلنده یک ائتلافی است از نیروهای چپ، ترقی خواه و پشت صحنه سازمان سیاسی. پشت صحنه سازمان سیاسی وجود دارند اونها. سازمان سیاه در واقع سازمان سیاه پشت صحنه داره کنترل میکنه که این نیروهای چپ و دموکراتی و ترقی خواه مورد سرکوب قرار بگیرند. آقای کلاشی، عامل خارجی خیلی پیچیده است، ولی در بخصوص سه کشوری که از چهار کشور ما تو این برنامه مقایسه کردیم با هم و مطالعه کردیم، همونجوری گفتم خیلی مهمه دیگه. در اون سوالی که من کردم از آقای نگهدار، در واقع به عنوان تسلیح کننده دموکراسی برشمردم عامل خارجی و فشار برای عضویت ناتو و و، اما در هر کدوم از این کشورها، مثلا کودتاها در ترکیه، میبینیم که عامل خارجی به سمت انسداد دموکراسی عمل کرده، یعنی نظامیانی که یه جوری حمایت غرب رو داشتن، اینها به اسم خطر چپ، خطر شوروی، خطر کردها می اومدن و برای به گفته خودشون برقراری امنیت کودتا میکردن. در شیلی در مقاطع بعد از رفراندوم 1988 باز هم نظامیان می اومدن و قدم های اولیه به سمت دموکراسی رو سعی میکردن مسکوت و مسدود بکنن. کره جنوبی هم که واضحه تو برنامه بررسی کردن. به این ترتیب عامل خارجی خیلی، در چه شرایطی عامل خارجی میتونه تسریع کنه گذار به دموکراسی رو، در چه شرایطی میتونه مسدود کنه؟ ملکم خان یه نامه‌ای داره خیلی درخشانه. کی؟ ملکم خان. بله، ملکم خان. میگه که از بخت بد ما اینه که غرب در نگاه به ما دنبالی نیست ما توسعه پیدا کنیم و دموکراتیک بشیم. البته نقل مضمونه. در مورد ترکیه دلش میخواد که ترکیه دموکرات. یعنی میخوام بگم که این تفاوت داره که اونها چطور نگاه بکنن، مسائل متعددی نقش بازی. خب ملکم خان این رو اون موقع گفته، الان هم چنینه؟ چنینه. ببینید عواملی مثل ژئوپلیتیک،
درست. انرژی، مسئله جمعیت، فرهنگ، همه اینها مؤثر هستند که ببینیم کشورهای دیگه چطور نگاه میکنن به منطقه و در نبرد بین نیروها در سطح بین الملل چه نوع معادله‌ای به وجود میاد. اکثر این مثال‌هایی که ما داریم میزنیم و در مورد دوره گذار صحبت میکنیم همونطور که اشاره کردید برمیگرده به دوران جنگ سرد و در اونجا درسته که بعضن بزرگ نمایی میشد خطر چپ و غیر رو تا بتونن سرکوب بکنن، اما عناصری از واقعیت هم تو خودشون داشتن. یعنی ما راه دوری رو نریم، همون توی کره جنوبی و کره شمالی، همون چپ‌ها تو کره شمالی چه اردوگاهی رو درست کردن، اما کره جنوبی تونسته با همون کمک بیرونی، عرض میکنم نمیخوام تعمیم بدم، با کمک بیرونی هم 60 میلیارد فکر میکنم کمک مالی کرد اون بره آمریکایی‌ها به کره، از طرف دیگه ژاپن کمک کرد و در اون حالت کره جنوبی تونست توسعه پیدا کنه، رشد پیدا کنه و گذار به دموکراسی رو انجام بده. برگردم به اون نکته‌ای که شما گفتید، برای من جالبه، گفتید الان ولی کشورهای قدرتمند نمیخوان در ایران دموکراسی پا بگیره، چون اشاره مهمی میخوام ببینم براشون اولویت نیست. یعنی مسئله این نیست که شهروندان مثلا که انگلیس یا آمریکا پول بدن دولتشون مسئولیت پیدا کنه توی ایران. منظور شما اینه که عامل خارجی به اون قوت عمل نمیکنه. جنگ ایدئولوژی نیست. ببینید در اون برهه جنگ لیبرالیسم با کمونیسم مسئله بود کدوم فرهنگ سیاسی پیروز بشه. پس میتونیم بگیم بعد از جنگ سرد عامل خارجی اهمیتش رو از دست داد. بله، اصلا متفاوت شده. در اون برهه آمریکا خودش رو مسئول و متولی مسئله لیبرالیسم میدونست، سعی میکرد توی دنیا دموکراسی رو بست بده تا کشورها نیفتن تو دامان کمونیست. آقای نگهدار، شما در اون عواملی که ابتدا برشمردید برای شروع گذار، کف خیابان یا سیاست خیابانی یا نام دیگرش جنبش در خیابان رو نگفتید. چرا؟ برای اینکه در مورد کره به خصوص کره جنوبی ما در این برنامه دیدیم که در امواج طوفانی متناوبی جنبش‌های خیابانی به خصوص از جانب دانشجوها هل داد جنبش دموکراسی خواه رو که پیروز بشه. بسیاری از رهبرانی که بعداً دولت مرد شدن در مقاطع بعدی دانشجو بودن، بعد اومدن شدن نخست وزیر یا رئیس جمهور، و در دو تظاهرات بزرگ که پس از کشته شدن یا زیر شکنجه یا در خیابان دو دانشجو برگزار شد، در واقع انگار یک گشایشی به سمت دموکراسی به شاهدش بودیم. من در برنامه در مورد کره جنوبی هم از یکی از تحلیلگران مسائل کره جنوبی نقل قول کردم که میگه دموکراسی و گذار به دموکراسی در کره جنوبی حاصل پیوند جنبش در پایین و مذاکره با رده‌هایی از حکومت مستقر در بالا بود. بدون این پیوند شاید گذار میسر نمیشد. چقدر اهمیت داره در دیدگاه شما سیاست خیابانی؟ ببینید وقتی که ما از پیدایش و قوامیابی احزاب سیاسی داریم صحبت میکنیم، قطعا احزاب سیاسی که میخوان حالا برن در انتخابات شرکت بکنن پایه اجتماعی دارند و عامل بسیج اجتماعی و آوردن نیروها و اعمال فشار هستند. اگر ما این احزاب رو در نظر نگیریم، شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی رو فقط خودجوش تلقی کردیم بدون هر گونه رهبری، اینها به سهولت قابل کنترل و مدیریت هستند از جانب اقتدار حاکم یا سرکوب در هم کوبیدن. شما بنابراین وقتی من دارم از احزاب سیاسی دارم صحبت می‌کنم، دقیقاً دارم از جنبش‌های اجتماعی که با بیرون کشیدن نیروی خودشون یا از طریق احتساب یا از طریق تظاهرات یا از طریق افکار عمومی و ساختن فضای سیاسی کشور است که اینا تأثیر میکنن. قبل از شکل گیری احزاب سیاسی یا قدرت یابی احزاب سیاسی، قبل از اینکه این احزاب سیاسی توان چانه زنی پیدا بکنن، در کشوری چون کره جنوبی جنبش در کف خیابان جاریه، هنوز این احزاب سیاسی توانمند نشدن. به این ترتیب سیاست خیابانی که من میگم به معنای در واقع اون مرحله است که جنبش خیابانی داره توانمند میکنه اون احزاب رو، یعنی نمایندگی سیاسی رو میسازه. این مرحله است که در کره جنوبی مهمه. من
دقیق بگم، یعنی حقیقت رو بگم، روی جزئیات رابطه مؤلفه های سیاسی، اسمشو میذارم این بار به جای احزاب سیاسی، رابطه مؤلفه های سیاسی هدایت کننده و اون جنبش دانشجویی که وجود داشته دقیق نمیدونم، اطلاعات رو ندارم که الان بگم برای شما، ولی در مورد اسپانیا و پرتغال که مثال میزنم احزاب سیاسی وجود داشتند، تاثیرگذار بودند، همون در همون کودتایی که در افسران پرتغالی انجام میدند اینها الهام از یک ایدئولوژی خاص، فکر خاص داشتند و این رو پیش بردن در درون جنبش اجتماعی. یعنی به زبان دیگه میخوام اینو بگم که اگر شما جنبش اجتماعی خیابان رو در ذهن خودتون منفک بکنید از مؤلفه‌های سیاسی تاثیرگذار از جمله احزاب سیاسی، از جمله احزاب سیاسی، ما بیشتر گیج میشیم که اینها به کجا خواهند رفت. این دو تا با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. آقای کداشی، نظر شما چیه؟ اینکه در گذار به دموکراسی در کشورهایی که مطالعه کردیم فشار خیابانی به درجات متفاوت اهمیت یافته. کره جنوبی بیشترین حد فشار خیابانی رو بر دستگاه حاکم می‌بینیم برای اینکه تن بده به انتخابات، به رفراندوم، به قدم‌های اولیه. در ترکیه کودتاها مانع میشه، هرچند در واقع بهانه اون کودتاها این است که جنبش‌های خیابانی دارن رشد میکنن، امنیت ملی داره به هم می‌ریزه. چقدر اهمیت داره در گذار این بحث جنبش خیابانی، سیاست در کف خیابان؟ ببینید، مثلا بستگی داره به همون مدل، اون جایی که داریم در موردش بحث میکنیم، یعنی به اون گونه ها. ببینید توی کره جنوبی خود اون اقتدارگراها با اون رشد اقتصادی که دارن به معجزه کره معروف شده، در دوره پارک اتفاق میفته، یک نسخه ای از بالا به پایین داره اعمال میشه. در اون دوره این دانشجویان هستن که رشد پیدا میکنن، میشه چند برابر میشه؟ بله، چند صد هزار، چند صد هزار، 600 هزار فکر میکنم. بله بله، 400 هزار تا در مراحل بعدی. بله. اینه که وقتی که در درون خودش، در درون شکم خودش داره یک چیزی رو زایمان میکنه، به وجود میاره، تز و آنتیتز به اصطلاح، و اون وقتی که بزرگتر میشه جنبش کف خیابونه و مطالبات جدید رو میخواد، یعنی گام به گام رو میبینیم. بله. از درون خود اقتدارگرایی هست که اون دانشجوها به وجود میارن، اونجا سازمان نیست، اونجا حزب نیست. بله. به همین خاطر دو تا جنبش بزرگ توی کره هر دو دانشجویی هستن. بله. و بزرگترین اتفاقاتی که توی اونجا رخ میده و صحنه رو تغییر میده اتفاقاتی که بر دانشجویان روی داده، یعنی خیابانی که بر خیابانه تأثیر. بله. و جالب، اون خیابون رو هم خود حکومت داره به وجود میاره. ولی آقای نگهدار میگه که این به نظر میاد حرف شما این است که این خیابان وقتی میتونه تاثیرگذار باشه که نهادهای سیاسی از جمله احزاب سیاسی بتونن هم نمایندگی در بعضی گونه ها اینطوری، یعنی در گونه های دیگه احزاب وجود دارن، مثلا مدل هایی رو که جناب آقای نگهدار اشاره میکنن در اونجا احزابی وجود دارن که در داخل کشور هستن، در داخل کشور هستن یا در تبعید در فرانسه، در تبعید هستن، در جاهایی هستن، یا به هر حال جاپا دارن در داخل و اونها میتونن این رو سازماندهی بکنن، در لهستان، در جاهای دیگه که وجود داشته. یعنی میخوام بگم که در گونه ها متفاوته. در خود ترکیه هم درسته که ارتش کودتا میکنه، ولی شما ببینید الان اسلام گراهایی که سر کار اومدن، اگر اربکان اون دوره به قدرت میرسید، الان اردوغان داره از خلافت صحبت میکنه، خیلی کارا رو انجام میده، ولی نمیتونه به خاطر اینکه دموکراسی و حدودی از سکولاریسم اونجا نهادینه شده. بله. اگه در اون دوره اربکان موفق میشد و اون گروه اسلامگراها پیروز میشدن، قطعا جلوی رشد ترکیه. بله. رو میگرفته. پرسش در مورد ایران اینجا در ذهن مخاطب این برنامه ناگزیره آقای نگهدار، هرچند برنامه های ما قرار نیست مقایسه با ایران باشه، ولی در جنبش زن زندگی آزادی سیاست در کف خیابان بود، اما به نظر میاد که نمایندگی این سیاست در سطح احزابی که در داخل کشور پایگاه جدی دارن نبود دیگه. سیاست در واقع اپوزیسیونی در خارج از کشور بود، ولی انگار این دوتا اونجوری که باید چفت و بست نیافتن دیگه. بله، این اتفاق افتاده و من مایلم اگر بخوایم مقایسه بکنیم، بحث مقایسه حالا ایران با اون مدل های گذار به دموکراسی، صحبت در جای سیاست کف خیابانی بود ناگزیر. آره، باید یک سوال رو کردیم. یک جنبش این هست که احزاب سیاسی عملا موجود که برخواسته از انقلاب بهمن، حتی قبل از انقلاب بهمن هم حضور داشتند، بر اساس تداوم استبداد دینی در
در ایران اعتبار قبلی خودشون رو هم از دست دادند و هم همه مسن شدند و نتونستند در دوره فعالیت زنده خودشون تغییرات عمده‌ای به وجود بیارند. یک گسست نسلی به وجود آمده. شما اگر جنبش زن زندگی آزادی رو نگاه بکنید، شاید بشه با اون کره جنوبی و جنبش‌های خیابانی که به وجود آمد قابل مقایسه بشه. ولی یک چیز رو فراموش نکنیم، این جنبش زن زندگی آزادی و این جنبش‌های خودپوی اجتماعی حتما با سرعت بسیار زیاد وصل خواهند شد به اتوریته های سیاسی که یا در زندان هستند یا در جامعه هستند دارن فعالیت میکنند، یا بخششون ممکنه بر اثر شکاف هایی که در درون حکومت اتفاق میفته تمایل پیدا بکنند به شما این رو در نوبت اول هم گفتید. نظر شما چیه آقای کلاشی؟ این شکاف در درون حکومت و نه تنها پیوستن یک بخشی از حکومت به گذار به دموکراسی، بلکه اونجوری که آقای نگهدار گفتن حتی سهم اینها در دوران پس از گذار، یعنی وقتی دموکراسی مستقر شده، چنین چیزی میشه گفت که این از عوامل مهمه؟ یعنی شکاف در درون حکومت و مذاکره دموکراسی خواهان با اون بخشی از حکومت که ناراضیه و میدونه که باید کنار بیاد با دموکراسی؟ به طور کلی بله، باید در این سمت رهبریتی وجود داشته باشه که بتونه در داخل حکومت هم شکاف ایجاد بکنه. منتها ببینید، در مدل هایی که داریم صحبت میکنیم، اگه من وقت داشته باشم اینو توضیح بدم، در همه مدل هایی که الان صحبت کردیم در اونها نیرویی به وجود آمده که کشور رو توسعه داده. در شیلی رشد اقتصادی وجود داشته، نسخه شون فریدمن بوده. بله. یعنی در درون نسخه فریدمن ارزش های لیبرالی به دیم میگن نو لیبرالی وجود داره. در کره نسخه مهم توسعه شون وجود داشته. در همه جا اون اتفاقاتی که افتاد بخشی از توسعه بوده. اما در ایران انقلاب 50 ضد توسعه بوده. یعنی ما یک انقلاب ضد مدرنیز، ضد توسعه، ضد دموکراسی، همه چیز رو ما هر چیز ارزش های مدرن رو داشتیم. به همین خاطر هر اتفاقی در ایران ضد همین انقلاب 50 و فکر میکنید به همین دلیل اون توسعه ای که در اون کشورها دیدیم پدید نیومده؟ و آیا از این نتیجه میگیرید که امکان این که یه بخشی از حکومت همراهی کنه با دموکراسی نیست؟ یعنی نمیبینید؟ چرا؟ ببینید، میخوام بگم که تفاوت بنیادی وجود داره. بله. در ایران ببینید، در اونجا ارتش ها وقتی که میومدن توسعه رو درست میکردن، یعنی به صورت اقتدارگرا خودشون رو نهاد و متولی امنیت میدونستند و اون اتفاقات رو دستاورد ملی خودشون تا اونجایی نمی‌بردن کشور رو که کشور در معرض خطر بزرگ باشه. بله. در ایران مسئله اینه که انقلاب 57 ساختار توسعه رو به هم ریخته کاملا، کشور در تورم غرق شده. بازوی گارد انقلاب یعنی سپاه خودش رو یک نهاد امنیت نمیفهمه، یک نهاد حفظ حافظ انقلاب میفهمه. یکی از کارهای مهمی که در کنار جنبش باید اتفاق بیفته ساخت رهبری است و جای ملی دادن، یعنی تلاش کردن برای اینکه این گارد انقلاب خودش رو از انقلاب تبدیل بکنه به گارد انقلاب، تبدیل کنه به یک نهاد امنیتی. بله. یعنی نهاد امنیت مملکت شما. نه. یعنی مثل بله. ارتش. بله. بفهمه که متولی امنیت اون کشور باید باشه، نه حافظه. یکی از کارهایی که باید انجام داد و مهمه. بله. چون ما با یک نهاد نظامی مواجه نیستیم اینه. متوجه هستم. من فکر می‌کنم انقلاب بهمن که اتفاق افتاد یک تحول مهم در جهت تهیه زیرساخت‌های گذر به دموکراسی رو برای ایران به وجود آورد. سطح مشارکت مردم در روندهای سیاسی به شدت بالا رفت. ما به جایی رسیدیم که در یک دوره 20 ساله از 1376 تا 1396 20 سال امید به این که از طریق انتخابات ما بتونیم تحول سیاسی در کشور درست کنیم به شدت بالا رفته. نتیجه شکست خورد، همون جوری که در روند دموکراسیون در شیلی هم با آمدن آلنده به بالا به شدت شکوفا میشه، مردم امید پیدا میکنند که به دموکراسی برند، ولی با کودتا مواجه میشه، به روحانی رسید. شکست میخورند. به روحانی رسید تا 96 من میارم، یعنی دولت آقای روحانی رو هم من جزئی از سرکوب جنبش های اجتماعی نمیشناسم. دولت روحانی پس زده شد، عقب رانده شد در 96
با آمدن نیروهای سپاه قدرت امنیت و ارتش در ایران به شدت بالا رفت و انتخابات از اعتبار افتاد. الان ما انتخابات نداریم و امید به انتخابات آقای نگهدار پس رفت وجود داشته. آقای نگهدار، اون صحبتی که جناب کلاشی در مورد انقلاب و چند دهه بعد از انقلاب کردن، فکر میکنم در پاسخ به سوالی بود که در مورد امکان جذب بخشی از حکومت کنونی جمهوری اسلامی یا متمایل کردنشون به روند گذار کردن. شما چنین چیزی رو ممکن میدونید؟ آیا گذار در ایران اگر ممکن بشه از طریق در مرحله اول شکاف ایجاد کردن یا شکاف پیدا شدن در حاکمیت و بعد جذب بخشی از حاکمیت به گذار به دموکراسی، چنین چیزی میبینی در دورنما؟ من در دورنما قطعا این رو میبینم. الان روند سیاسی در ایران به سمتی داره میره که انتخاب ولی فقیه سوم عملاً با بحران کشور رو مواجه میکنه، حکومت رو مواجه میکنه و بخش‌های عمده‌ای از کسانی که در ساختن جمهوری اسلامی شرکت داشتن الان بخششون در زندانن، بخششون در حصرن، بخششون در ممنوع التصویر رو اینا هستن. ولی این نکته همینه، اینا در قدرت نیستن. در صورتی که اجازه بده در صورتی که در نگه... جمهوری اسلامی رو نفوذ دارن. بله، در صورتی که در شیلی، کره جنوبی و ترکیه اون نیروهایی که به این نتیجه رسیدن که باید تن داد به دموکراسی و راه دیگه ای نمیشه در پیش گرفت، اینا یه قدم باید پیش هنوز در قدرت بودند. یه قدم باید برسیم تا اون به اون نقطه شیلی برسیم. اگر ما تصور بکنیم که ولی فقیه سوم در حالا ولی فقیه دوم رفته و صحنه خالیه، در اون صحنه خالی شما تاثیر نیروهای حذف شده از رأس قدرت رو که هنوز در درون نظام هستند رو میبینید در تحول سیاسی جامعه. در هر مقطعی که در ایران یک خلأ قدرت به وجود آمده، تمایل به تغییر از درون نظام بیشتر شده. بله. من الان نمیخوام بگم اونها به تنهایی میتونند، هیچ موقع هم اعتقاد نداشتم که اونها به تنهایی میتونند روند دموکراسی رو در ایران پیش ببرند. حتما بخش هایی از جامعه ایرانی که معتقد به گذار به دموکراسی هستند و در حکومت هیچگاه تشکیل شرکت نداشتند، اینها در همون دوره 20 ساله انتخاباتی که من دارم میبرم، رأی اونها رأی تعیین کننده بود برای اینکه خاتمی بره بالا. بله. همچنان در روندهای بعدی هم این بخش از جامعه با اون بخشی که حذف شده از جامعه اگر بتونن همگرایی و همسویی داشته باشن، ممکنه تجربه شیلی در ما در ایران هم تکرار بشه. یعنی بگم ائتلاف مسیحی ها و سوسیالیست ها. بله. آقای کلاشی، یکی از چیزهایی که ما در گذار میبینیم در کشورهایی که مطالعه کردیم، بقیه کشورهایی هم که گذار از سر گذروندن کما بیش این رو نشون میدن، این است که نظام حاکم همراه با نهادهای سیاسی، دستگاه‌های نظامی، بوروکراسی، اینا اسقاط نمیشه. یکی از تمایزات گذار با انقلاب همینه دیگه، گذار اسقاط نمیکنه. فکر میکنید در میان مخالفین جمهوری اسلامی، از جمله اونهایی که واقعا یک دموکراسی امروزی میخوان، چون انواع مخالف داریم دیگه، این تصور جا افتاده که نباید اسقاط کرد، مثل انقلاب نباید باشه و اگر قرار یک روند باشه که بعضی اسمش رو تحول کیفی میگذارن، بعضی ها اسمش رو گذار میگذارن، به هر حال تمایزش با انقلاب مشخصه دیگه. این فکر جا افتاده که نباید همه چیز رو اسقاط کرد اگر قرار این گذار پایدار، خشونت پرهیز و دموکراتیک باشه. به هر حال من خودم این نظر رو نماینده، یعنی از این نظر میام و معتقدم که حتی باید چنان عمل بکنیم بالعکس انقلاب 50 و انقلابیون چپ که یک ارزش یک پیچ و مملکت رو هم بدونیم، هم نیرو انسانیش رو، هم نیروهای مادیش. بله، شما در مورد خودتون صحبت، ولی فکر میکنید ارزم اینه که من اون از اون خواستگاه میام، یعنی به هر حال در جامعه هست همچین نگاهی، در جامعه هست، در جامعه هم هست، بین اپوزیسیون هم هست و به هر حال به گذار بدون صدمه زدن به مملکت فکر میکنم و اینکه بیشینه مردم ایران رو بیارم پشت یک نظریه مترقی و گذار رو در پشت یک ایده مترقی
دنبال بکنند، نه در پشت ایده ویرانگر. ببینید جناب آقای نگهدار عزیز، محصول اون انقلابی که میفرمایید این بوده که مرتجع‌ترین روحانی رو ممکن رو در ایران حاکم کرده، روند توسعه رو با مصادره اموال متوقف کردن، سرمایه دارهایی رو که بورژوازی ملی رو که داشت میرفت تو اون کشور تولید رو بتونه سر و سامون بده رو آواره کردن، اموالشون رو مصادره کردن. برای سالها حتی زنان ایرانی نتونستن بخونن، مسئله حجاب و همه اینها. اون 20 سالی هم که میفرمایید اصلاح طلبان بخشی از فروپاشی میتونن باشن، بخشی از گذار نیستن، به خاطر اینکه شما در اون دوره که با شیلی دارید مقایسه میکنید، در شیلی کارهای عمرانی و زیربنایی برای بهبود وضعیت مردم اتفاق میفته. اصلاح طلبها دارن خیابان رو و نارضایتی رو به نفع خودشون مصرف میکنن که از یه طرفی وصل میشن به روحانی که از امنیتی ترین چهره هاشون. آقای کلاشی، من شنیده بودم از تحلیلگران سیاسی یا چهرهای اپوزیسیون که اصلاح طلبان نمیتونن رهبری گذار رو به عهده بگیرن، ولی نشنیده بودم که اصلاح طلبها حتی نمیتونن بخشی از گذار باشن. این تصوری که این نظریه شما میشه همون اسقاط دیگه. نه، یعنی نه، شما حتی اونهایی که اصلاح طلبها به مسابقه یک پیکر متصل به هم، یعنی به عنوان هویت میتونن بخشی از اپوزیسیون بشن، بپیوندن، ولی میتونن بخشی از گذار باشن. بخشی از اپوزیسیون یعنی بخشی از گذار. منظورم اینه که اونها مثلا گذار رو خودشون آغاز بکنن. ببینید اون مدلی که بحث میکنن آقای نگهدار، در واقع نظر شما اگر بخوایم دقیق تر، اونها گذار رو نمیتونن آغاز ابتکار کنن. بله، یعنی ببینید مدلی که آقای نگهدار میفرمایند مثل شیلی اینه که خود اونها آغاز کننده باشن، خود اونها چانه زننده باشن. شما نظرتون یعنی سردمدار گذار اصلاح طلبها میتونن باشن؟ برای 20 سال همین امید وجود داشت و همین تلاش هم جامعه واکنش نشون داد از طریق رای دادن به اونها. الان جامعه رای دهنده به اونها الان چی آیه اسلامگرا نبودن؟ گفتن اشتباه کردیم که مردم فهمیدن. حالا صبر کنید، هنوز تا سحر خیلی راه هست. ما از سحر خیلی نه. الان نظر شما چیه آقای نگهدار؟ نظر من این هست که یک، اون زیر ساخت هایی که آقای کلاشی عنوان میکنن از دوران 1300-1305 تا الان 100 سال گسترش پیدا کرده. شهرنشینی الان 75% جامعه ایران شهرنشینی داره، تولید جریان داره. میگن اقتصاد ایران، اقتصاد ایران همچنان سرپاست، در هر حال سرپاست داره میگذرونه علی رغم تحریم ها و اینا. من مشکل توسعه اقتصادی در مورد ایران به طور مشخص میگم، مشکل توسعه اقتصادی که پیش زمینه های گذر به دموکراسی رو فراهم بکنه بهش قائل نیستم. توسعه اقتصادی به وجود آمده، زیر ساخت های مربوط به اقتصاد در جامعه ایرانی فراهم شده. من قبول ندارم. خیلی مهمترین مشکل، مشکل فرهنگی و سیاسی است. فرهنگی ما الان نیرویی داریم در بخشی از جامعه ما که اسمش میذاره من و تو، ولی من با خودم در تولید میکنه، یعنی بقیه حذف اصلا. بسیار خب، اجازه بدید این رو عمل میکنه. اجازه بدید این رو در قسمت پادکستی 4 دقیقه راجعش صحبت کنیم. خیلی کوتاه اگر چند جمله شما میتونید بگید، چون از آقای نگهدار شروع کردیم، میخوام با شما تموم کنم. مهمترین کارها همین روایتی که آقای نگهدار میفرمایند رو باید ارهم کوبید. به نظر من کوبید به خاطر اینکه یک خلاف واقعی رو از گذشته دارن روایت میکنن، با خودشون آوردن، با همون روایت تو انقلاب 50. بعدم بپرسید آقای نگهدار که چه بلایی سر ایران آوردید. در مورد من و تو هم که ناراحت هستن به خاطر اینکه واقعیت هایی از دیروز رو داره نشون میده. بسیار خب، 4 دقیقه پادکستی رو به این اختصاص میدیم، به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از اینکه پای این بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه فرخ نگهدار و حجت کلاشی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت BBC فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که طولانی‌تره، صحبت خودمونی آخر برنامه است که در کانال تلگرام بخش فارسی BBC هم می‌تونید دریافتش کنید. ضمناً چند دقیقه اضافه پادکستی رو به شکل تصویری روی اینستاگرام BBC فارسی هم می‌تونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش. Thank you.